سلام، ما امروز با یه ویدیو دیگه از کانال فکتاب در خدمتتون هستیم. در مورد جذابترین جزیره های دنیا میخواییم صحبت کنیم. جزیره های زیبا میتونن رویای بهشت رو در ذهن تداعی کنن. دراز کشیدن روی ساحل با شنهای نقره‌ای و تماشای دریای آبی و آرام یکی از بهترین لحظات هر انسانی رو رقم میزنه. اما همه جزایر به طور یکسان خلق نشدن. زیبایی برخی از جزیره ها بسیار چشم نواز تره. هر شخص علاقمند به گردشگری رو مجاب به بازدید از خودش رو میکنن. اگه شما هم به دنبال یک لیست از زیباترین جزایر دنیا هستین تا در اسرع وقت از اونا دیدن کنین، پیشنهاد میکنین این ویدئو رو از دست ندین. برای اینکه بتونین همه ویدئوهای ما رو ببینین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و آیکون زنگوله رو لمس کنین. جزیره مالدیو. اگه اهل سیر و سیاحت باشین، حتما نام جزیره مالدیو رو به عنوان یکی از زیباترین و پرطرفدارترین جزایر زیبای دنیا شنیدین. جالبه که بدونین این دریاست که باعث درخشش جزیره مالدیو میشه. سواحل سفید خیره کننده به همراه شنوماسه های کریستالی باعث به وجود اومدن برق خیره کننده آبهای دریا میشه و جزایر مالدیو رو زیباتر از هر مکان دیگه ای جلوه میده. مجموع جزایر مالدیو از 26 جزیره مرجانی طبیعی و کم ارتفاع تشکیل شده. این جزایر در بالاترین نقطه خودشون بیشتر از 3 متر از سطح دریا ارتفاع ندارن و این اندازه هر سال کاهش پیدا میکنه. کارشناسان معتقدند جزایر مالدیو تا چند سال بعد به طور کامل زیر آب میره و تصاویر اون رو تا همیشه فقط در ذهن باقی میذاره. صخره های مرجانی در زیر آبهای درخشان مالدیو بسیاری از غواصان جهان رو به سمت و سوی خودشون میکشن. موج سواری هم از دیگر تفریحات دریایی در این جزایر زیبا به شمار میره. استراحتگاه های مجلل زیادی در مجموعه جزایر مالدیو ساخته شدن تا بهترین تجربه از گشت و گذار در زیباترین جزایر دنیا رو برای مراجعه کننده ها رقم بزنن. بورا بورا در پولینزی فرانسه. جزیره آتشفشانی بورا بورا در اقیانوس آرام جنوبی قرار داره. مانند یک کوه سرسبز از دل دریای فیروزه‌ای رنگ و چشم نواز بیرون زده. بهترین سرمایه این جزیره زیبا انواع ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، کوسه‌ها و بقیه حیوانات هستند که در آب‌های زلال شنا می‌کنند. غواصی و شیرجه زدن از صخره‌های اطراف به داخل جزیره بورا بورا تجربه بسیار لذت بخشی رو برای مسافران به وجود آورده. مسیرهای پیاده روی از میان جنگل‌های این جزیره، هتل‌های لوکس بر روی سطح آب هم از دیگر جاذبه‌های گردشگری جزیره بورا بورا فرانسه محسوب میشن. پالاوان، فیلیپین. پالاوان، بهشت روی زمین. این جزیره از قله‌های سنگاهکی سرسبز تشکیل شده که به صورت نامنظم سر از آب بیرون آورده و پوشیده از درخت و گیاهان هستند. سواحل سفید رنگ و شنوماسه‌های درخشان جزیره پالاوان باعث شده تا آب‌های اون درخشان باشد. صخره‌های مرجانی و انواع ماهی‌های استوایی به وضوح در اون قابل مشاهده هستند. حیات وحش جزیره پالاوان، دریاچه‌های زمرد و دهکده‌های مخصوص ماهیگیری از دیگر جاذبه‌های پرطرفدار این جزیره زیبا هستند. یکی از مهمترین جاذبه‌های پالاوان پارک ملی رودخانه زمینیه که درون غار آهکی در دل آب‌ها قرار داره و جزء میراث جهانی محسوب میشه. سیشل. سیشل اونقدر بکر و ایده‌آله که ارزش سفر کردن و پرداخت هزینه برای داشتن روزهای آروم و بدون دغدغه رو داشته باشه. مجموع جزایر سیشل که در شرق کنیا واقع شده دارای 115 جزیره مرجانی و گرانیتی بکر و پرجاذب است. جنگل‌های این جزایر در یونسکو ثبت شدن. سواحل پودری پوشیده از درختان نخل در کنار تخت سنگ‌های عظیم یکی از بهترین قاب‌ها را تشکیل دادن. جزایر سیشل غنی از انواع ماهی‌های زیباه، یکی از ثروتمندترین مناطق برای ماهیگیری را به خودش اختصاص داده. تفریحگاه کرول و برخی از غذاهای پرادویه و مخصوص
از جمله قطب‌های اصلی گردشگری در این جزایر به حساب میاد. سانتورینی. جزیره صخره‌ای سانتورینی واقع در یونان با زیبایی‌های چشم‌نواز بسیاری که داره امتیاز بالایی رو در بین گردشگران به دست آورده. ویلاهای سفید رنگ که در دل صخره‌های آتشفشانی قرار گرفتن یا کلیساهای گنبدی آبی رنگ از جمله جاذبه‌های گردشگری این جزیره یونانی به شمار می‌رن. سکونتگاه‌های اویا و فیرا که در بالای صخره‌های جزیره سانتورینی قرار دارند، یکی از بهترین مراکز برای عکسبرداری و گران‌ترین مقاصد محسوب می‌شن. غروب این جزیره بسیار دیدنیه. ساحل شنوماسه‌ای سیاه و سفید اون هر سال گردشگرای بسیاری رو به سمت خودش جذب می‌کنه. جزایر کوک. اگه میخواین مثل فیلم رابینسون کروزو به یک جزیره دور افتاده اما دنج و زیبا برین، مجموعه جزایر کوک واقع در جنوب اقیانوس آرام برای شما بهترین گزینه است. این جزایر که در بین جزایر پولینزیای فرانسه و ساموا قرار گرفته، ارتباط نزدیکتری با نیوزلند داره. 15 جزیره کوک از جمله زیباترین جزایر اقیانوس آرام جنوبی محسوب میشه. تالاب‌های درخشان، سواحل نقره‌ای، درخت‌های نخل سر به فلک کشیده و قله‌های آتشفشانی از جمله مهم‌ترین جاذبه‌های جزایر کوک به شمار می‌رند. بالی. فرهنگ بالی به حدی غنی و جالبه که سالیان گردشگران بسیاری رو به خودش جذب می‌کنه. معابد هندوها، شالیزارهای برنج، سبزیجات تازه و ارگانیک، موج سواری، شنا و حمام آفتاب از جمله فعالیت‌های محبوب در سواحل زیبای جزیره بالی در اندونزی محسوب میشه. گردشگران جاذبه‌های بسیاری رو در جزیره بالی میتونن تجربه کنن. مثل گشت و گذار در معابد، چشمه‌های آب گرم و معدنی، خرید سوغاتی و پیاده روی. روح محصور کننده بالی مثل موج گرم روح و روان شما رو شستش میده. جزایر دالمتی. سواحل روشن و آبهای تیره جزایر دالمتی ترکیبی دلربا از جذابیت رو رقم زده. سالیانه گردشگران بسیاری رو روانه کرواسی میکنه. در این مجموعه جزایر دهکده‌های عجیب و غریب و هتل‌های زیبایی وجود داره که توسط دریای درخشان و سواحل چشم‌نواز احاطه شده‌اند. همجواری با شاخ طلایی، کلیساهای گوتیک، شهر قدیمی بدون ماشین و بندر ماهیگیری از جمله جاذبه‌های گردشگری جزایر دالمتین به شمار می‌رند. از جمله جزیره‌هایی که باید در دالمتین از اونها دیدن کنیم، میتونیم به کورکولا با ساختمان‌هایی با سقف قرمز و همچنین ویس با ساحل سفید رنگ و خلوت اشاره کنیم. فیجی. فیجی تمام اون چرا که از یک جزیره فانتزی انتظار میره برآورده می‌کنه. سواحل ماسه‌ای سفید رنگ، آب‌های فیروزه‌ای شفاف، صخره‌های مرجانی، نخل‌های بلند و زیبا. همه اینها از جمله زیبایی‌های جزیره فیجی واقع در استرالیا هستند. از همه مهمتر، مردم فیجی با لبخند گرم و صمیمی از بازدید کنندگان استقبال می‌کنند. از جمله تفریحات این جزیره رویایی می‌تونیم به غواصی، ماهیگیری، موج سواری، حمام آفتاب اشاره کنیم. جزایر فیجی با بیش از 300 جزیره زیبا با اقامتگاه‌های خانوادگی از جمله پناهگاه‌های لوکس و مشهور در جهانه که هر ساله افراد زیادی رو برای گذروندن تعطیلات به سمت و سوی خودش می‌کشونه. علاوه بر این در فیجی تفریحات سالم بسیاری برای کودکان تدارک دیده شده. این جزیره رو به یه مقصد افسانه‌ای برای خانواده‌هایی که به دنبال آرامش هستن تبدیل کرده. و آخرین جزیره، جزیره کاوایی. کاوایی با قله‌های پوشیده از جنگل‌های سرسبز به جزیره باغ مشهوره. این جزیره از آبشارهای متعددی تشکیل شده که از صخره‌های آتشفشانی سقوط می‌کنند. عطر شکوفه گل‌های گرمسیری در سر تا سر جزیره کاوایی در جریانه. گیاهان مجلل و کمیاب بسیاری در این جزیره به چشم می‌خوره. ماهی‌ها و لاک‌پشت‌های گرمسیری بسیاری در زیر آب‌های شفاف کاوایی در حال شنا کردن با غواصان هستند. خط ساحل کاوایی به حدی چشم‌نوازه که نفس شما رو برای چند ثانیه
در سینه حبس میکنه. اگه قبلاً به این جزایر سفر کردین، حتما نظرتون رو در مورد اونها برامون کامنت کنین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اونو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین.